دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز بر حضور استخباراتی آمریکا در افغانستان تاکید کرده بود. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن افغانستان را یک سایه خطرناک خوانده و گفته که باید همیشه وقایع آن کشور را زیر نظر داشته باشد و اکنون می خواهد روی گزینه های مختلف غور کند. دونالد ترامپ در حال بر حضور بخش از نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید کرد که پس از 8 دور مذاکرات نمایندگان آمریکا با گروه طالبان، این گروه همواره بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کرده است. ما مذاکرات را انجام می دهیم و گفتگوهای خوب انجام می شود و خواهیم دید چه اتفاق می افتد. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر تاکید کرده که می تواند جنگ را در افغانستان در ظرف یک هفته به پایان برساند، اما در این صورت 1 میلیون شهروند افغانستان جان خواهند باخت. قرار است نهمین دور مذاکرات صلح آمریکا با گروه طالبان به زودی در قطر آغاز شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان نخست به قطر و بعد به کابل خواهد رفت. وزارت خارجه آمریکا هدف از سفر آقای خلیلزاد را تشویق کامل برای مذاکرات بین الافغانی عنوان کرده است، اما آقای ترامپ گفته که باور ندارد گروه طالبان با حکومت افغانستان مذاکره کند. گروه طالبان به حکومت افغانستان احترام قائل نیست و من این را درک می کنم و می فهمم. آنان برای یک مدت طولانی کنار نیامده اند. علاقمند توقف جنگ با ما اند. آنان می خواهند جنگ را با ما توقف دهند. آنان چیزهای زیاد را از دست دادند. اما ببینیم چه اتفاق می افتد. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با تلویزیون CNBC گفته که گفتگوها در مورد صلح افغانستان به خوبی به پیش می رود. آقای پامپیو گفته اگر آمریکا بتواند خشونت را در افغانستان کاهش دهد، فضای ایجاد خواهد شد که زمینه خروج نیروهای آمریکایی و ناتو فراهم شود.